چه دستاوردی برای تیم میزبان خواهد داشت. یارگیری نفر به نفر روی تیر یک، موقعیت، یه ضربه سر و حالا توپ درون دروازه قرار میگیره. سپهر ایدری بالاخره موفق میشه قفل دروازه تیم میهمان رو باز بکنه. بالاخره روی ارسال از جناحین هواداره پرسپولیس گلی رو از تیم محبوبشون میبینن توسط سپهر ایدری. معمارزاده مغموم و ناراحت، کوچیک و بزرگی رو تجربه کرده. این لحظه ایست که معمارزاده خروج ناموفقی داشت. از زوایای مختلف تکل زده شده از تیم پرسپولیس رو با هم میبینیم. یک بار روی ضربه کورنر شاگردان علی دایی به گل رسیدند. این بار بادامکی روی نقطه پنالتی، یه ضربه سر و موقعیتی که باز هم تبدیل به گل میشه. هادی نوروزی با دخالت به موقع خودش ضربه سر علیرضا نور محمدی رو دنبال کرد و در نهایت با یک اشاره توپ درون دروازه فولاد خوزستان فرستاد. پرسپولیس تهران 2 فولاد خوزستان 0. کار برای فولاد فوق العاده دشوار میشه. این ضربه کرنر بادامکی است و همکاری غیر قابل پیش بینی از سوی نور محمدی و هادی نوروزی که پیروزی نسبتاً مطمئنی رو که اگر توی این صحنه فولادی ها به گل برسن 4 دقیقه حساس خواهد شد. رضا معقولی ضربش رو میزنه، تماشایی هم میزنه و توپ درون دروازه قرار میگیره. حالا این 4 دقیقه پر هیجان و دیدنی و پر التهاب خواهد بود. فولاد به یک گل میرسه، اما یک گل روحی بخش. و این 4 دقیقه که حالا مجد جلالی ارزشش رو خیلی میدونه. فولادی ها که دیگه یه جورای ناامید شده بودن با این ضربه تماشای رضا معقولی امیدوار میشن. یک ضربه تماشایی و غیر قابل مهار از این زاویه و زوایای مختلف. فولادی ها هرچند روی نقطه پنالتی خیلی هاشون گلزن نیستن، اما روی ضربات سلک 2 دقیقه و 20 ثانیه از 4 دقیقه زمان طرفدار پشت سر گذاشتیم. خطای هند اعلام نمیشه. کار رو میتونن یک سره بکنن با این فرار سریع توسط بادامکی. اگر پاس بده به اون سمت غلامرضا رضایی، همچنان موقعیت و توی دروازه. معمارزاده یه بار عکس‌العملش مانع از بازشدن دروازه فولاد شد، اما چه فایده که مدافعین به او کمک نکردن و با حضور به موقع حسین بادامکی به عنوان یک تعویض عالی متقاعد بکنه که اشک شادی نریزه. اینجا پاس عالی رو داد غلامرضا رضایی و میثاق معمارزاده. انصافاً هر دوشون عملکردشون خوب بود. تعقیب کردن توپ توسط بادامکی او رو اینچنین به عنوان گلزن در این بازی معرفی کرد. پرسپولیس